بین از این آهنگ بسیار زیبای شما که ایره یک خواننده تاجیکی هم فکر میکنم تاج الدین خوانده، بله شما جالب این است که اولین بار متوجه شدین کنا خواندن. از بله این آن آهنگ نشنیدم. ترکیاری آغاز بله میکنیم که شما این آهنگ یک زمزمه کنین که یاد از آهنگای گذشته شما هم شوه، و در جریان برنامه باز ما دانه دانه سوالات خود نه تنها ما بلکه بیننده های عزیز و دوستای فیسبوک هم نظریات خود از جناب آقای عزیز آشنا، یکی از اساسگذاران موسیقی آماتور در افغانستان مطرح خواهد کردن. مهربانی بفرمایید آقای شریفی که از آهنگ ترکیاری آغاز کنیم. من همچنان یارم سرم ترکیاری کردی و من همچنان یارم سرم دشمنی جانی و از جان دوست سر دارم سرم دشمنی جانی و
بسیار عالی، بسیار مقبول. یک آهنگ است که واقعا دوست داشتنی است و ایره چندین آوازخوان دیگه هم خوانده، ولی شما اصل آهنگ از شما هست. بله بله، آهنگ بسیار قدیمی، 50 سال بیشتر از 50 سال. خب از عمرش میگذره دیگه. بیاین که صحبت ها را همینطور ادامه بدیم. خواهش میکنم. خب بالاخره شما کار آماتور شروع کردین از رادیو، باز با کجا بالاخره ادامه پیدا کرد داستان؟ وقتی که اولین پروگرام از موتور از رادیو نشر شد و همه هنرمندای ورزیده و سرشناس ما خبر شدن، از جمله مرحوم نینواز به سراغ ما آمد. در رادیو در مو اتاق مشق ما تقریبا آهنگای را هم برای ما، هم برای ظاهر هویدا، هم برای رحیم جهانی مرحوم آماده ساخت. و در این زمان که ما مشق تمرین میکردیم، با آقای زلان فیصله کردن که اگر شما آماتور به هنرهای زیبا انتقال بکنه. خب اینه چطور نفهمیدم؟ یعنی یک مؤسسه به نام خب اینه در جمع از اوناش تأسیس شده بود که در رأس از او آقای فیض خیرزاده رئیس مقرر شده بود. و راست بگویم من اصلا مخالف رفتن گروه آماتور به هنرهای زیبا بود، اما مرحوم زلاند و مرحوم نینواز مرا وادار ساختند که قبول بکنم. بالاخره ما رفتیم با یک تعداد از رفقای آماتور ما که ظاهر هویدا و کبیر هویدا و چترام و رحیم جهانی باشه، اینا رو بایشان قرارداد بستن به یک معاشی به نام هنرمند. ارکستر آماتور پروگرام مشق و تمرین خود ادامه میداد. ما و آقا محمد کارگر که فلوت نواز بود، چون کارهای شخصی داشتیم افتخاری کار میکردیم. اصلا یک پروگرام و مناسبت عروسی شاهزاده نادر در قصر دلکشا، در قصر دلکشا آمده شد که آمادگی گرفتن و برازی برای ما لباس های بسیار مقبول ساختن، آهنگ های بسیار مقبول. نینواز مرحوم قرسک پنشیدی و مادر و یک بچه طفل خورد بود به نام اسد کوچک. بله پروگرام بسیار جالب برای یک ساعت. این اسد کوچک هم از اون دوره از اون دوره ما کجا هستن؟ آله بله بله نمیتونم متاسفانه سراغش ندارم. یک آهنگ زیبا برای مادر خوانده بود. اما مادرم بله. خب بفرمایید. بله دمه بده. باز کنسرت ما در قصر دلکشا به بسیار خوبی انجام شد. علاوزت مرحوم برای یک ساعت برای ما صحبت که در مقابل تقریبا 300-400-500 نفری که همه با پا استاد بودن و در مورد سیاست داخلی خارجی و همه چیز بود در پولوش، برای که یعنی شما یک گروه جدیدی سید که این علاوه استقبال کرد نه تنها استقبال کرد.